دپریشن مرا میگیره، من تنها هستم. اگر مرا چشه من طفل معیوب دارم، طفل معیوب دارم، آستانه طفل معیوب شما را میگیره. و دیگه امرای فهیم جان دیگه میشتیم، اونا هم تا ناوقت گپ میزدن، ما هم تا ناوقت گپ میزدن، اردی ما تقریبا یک ساعت، دو ساعت یا نیم ساعت گپ میزدیم. او از زندگی خود قصه میکرد، من از زندگی خود قصه میکردم. من نایست یک دوست، من نایست یک مثل یک دوستای فرندای بس فرند شده بودیم. دیگه باز بعد از او آیستا آیستا دوستی ما زیاد شد، به اندازه زیاد شد که شبا روزا تا دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت صحبت میکردیم. ای جای دروغ نیست که ما به خودشان میتونه لایف بیایه، امرای کلگی ببینه لایف بیایه که راستای خدا بگویه، دروغ نیست این گپ راست است. بعد از اینکه به دوستای صمیمی بدیم، خب گمش که تقاضا از این، خب ما سه دانه طفل دارم، طفلایم دو تا شمرای شوهرم بود، یک شمرای خودم، من تنها زندگی میکنم. و دیگه باز فهیم جان از من خواست که اگر تو چیزی خیلی باش که من یک عکسای تا من برش عکس روان کرده بودم، باز گفت من عکسای تا بر مادرم روان میکنم، دستاریا مادرم ببینم، همشیرایم ببینم. اگر شد خب اولا دوست صمیمی بودیم، آیستا آیستا گپ در دوستی دیگر رقم دو خورد. دیگر به او خاطر باز اونا دیگر زیاد جگرخونی میکردن، همیشه به من میگفتک چه وقت میایی، چه وقت میایی. من گفتم خواهی نه پنج ماه بعد، شش ماه بعد میایم، دیگر دمی سمر میایم که مثلا جولای باشه، در جولای گفتم میایم. گفت خو سعیز هرچی باشه بخیر باشه، بخیر بیاییم. من گفتم ما میایم. خب خلاصه ایستا ایستا دوستی ما ادامه داد، ادامه دادیم از دوستی. بعد از او پس دوستی ما، من خودم به خاطر که اولادکای خور داشتم، از او خاطر خواستم که امی دوستی ما مثال قدر زیاد پیشرفته نشه، گفتم کم پیشرفته نشه. و دیگه از خب از او خاطر پس دوباره خود دور کردیم، گفتم امکانش نخواد باشه. باز سن سال یکی دیگر پرسان کردیم، او سن سال خود گفت، من سن سال خود گفتم، گفت من 30 ساله هستم یا 32 ساله. گفتم من هستم در پاسپورت 32 ساله هستم، او میگم من 30 ساله هستم. دیگه ما سن سال خود گفتم، اونا هم گفتم. گفت خیر است که چی که باشه من تا قبول داریم، چطور چی کار؟ یه گپا را زد به من. من گفتم پیش خود که فکر میکردم یادم اصلا امکانش نیست، امکان نداره. میگر هر کس میگر زن چی میگر به مثال کلانا که میگفت زن کوچه باشی و بچه نه، میگه پارا میگفتن. من زیاد امرایش کمک میشدم، از نگاه پولی من زیاد کمک میشدم، حتی میرفتم برش، باور به خدا کنین، دستانونیان به پیسه برش روان میکدم، برش زنگ میزدم، در تلفن خودش میبود، میگفتم فهیم جان خیلی بگو که برات چی روان کنیم، دلار امریکایی میگی، کانادایی میگی، افغانی میگی، چی میگی. او زیادتر خوش بود که من دلار امریکایی برش روان کنم. بعد از باز خیر از خلاصه گپ گمش که تعداد پیسه دیگه ما حساب نکردیم. هر سه روز بعد، چهار روز بعد ما برازی 500 یا 1000، حتی باور کنین به خدا در یک روز 2 لک افغانی رو خیرفته گرفته. قسم حق ندارین، این دروغ نمیگم، این جای ترس نیست، خداوند بالای سر است. من دروغ نمیگم، به خاطر زمین من لایف آمدیم، به خاطر که من رازای خدا، چیزایی که در دلم است من افشا بسازم، من براتان بگویم. بسیار یوتیوبگرا بعد درباره من گفته که نه این دروغ میگه، من دروغ نمیگم، من رسیدایش دارم، همگیش دارم، در فیسبوک هم رسیدایش شیر کردیم، هر چیزش. فهیم جان همه قدر گفتم فهیم جان خیرگر همشریم خانهشان رفت، گفته خیر ما خود پیسی همشریم ما برش تلفون آیفون لوان بردم، آیفون لوان بردم، دیگه کمره فلم برداری بردم، یک باکس کلان توفه برش بردم، حتی به بی بیش به همه گیشان بردم. این هم منایس یک دوست بردم که به خاطر که هر کسی که از خارج بره برای یک دوست خود یک توفه میبره، من برای بیگانه ها میبرم، باز خوصم که دوستش صمیمی ما بود، برش بردم.
دیگه بازم بیچاره در میدان آمد، امرا یک دو سه رفیق خود آمد در میدان، تا بسیار وقت آمد، از من 6:30 بجه پروازم بود، او ساعتای 4 بجه صبح وقت آمده بود به من، به خاطر من آمده بود در میدان. باز چیز شد خواه آمد در این سامان هایی که برای خودش وسایل هایی را که برده بودم از بایک از او علایده بود، برایش همش دادم شد، تسلیمش کردم، از خود گوشه کردم، از اونا را گوشه گفتم اینی همه چیزا که هست توفای خودت هست، تا به حساب ساد بگویی همی هر چیزی که خوشم می آمد برش گرفته بودم دیگه، همه چیزایش آردر کرده بودم، از حساب بودش، عطرش، همه چیزایش برش آردر کرده بودم میفتم، به خاطر که گفتم باشه یک چیز صحیح را برش، به خاطر خارج است که هر کس می خواهد که یک چیز صحیح را برای یک نفر برای یکی توفه بده، باز خصوصا دوست صمیمی کسی که باشه. خب خلاصه گپ آمدیم کابل، آمدم پیش از او که می آمدم برش گفتم فهیم جان موتر نداری؟ گفت نه ندارم. من گفتم خیلی فهیم جان چطور تو میری؟ تا تلو را میری در بسا یا در تاکسی خوب نیست؟ خودت یک ذره ماشاءالله شهرت پیدا کردی دیگه، از او خاطر من گفتم اگر چی باشه من برات پیسه روان میکنم، برو یک موتر بگیر، به خاطر دیگه در موترهای شهری نرو، یک تاکسی اگر در تاکسی یا برو یک موترک به خود بگیر که شخصی از خودت باشه، وقت نا وقت میتونی که بری بسیار راحت. ای گفت نه، اول گفت نه والا ندارم پیسه و چطور؟ گفت نه. گفتم خیر است، من برات پیسه روان میکنم. برش 4700 برش روان کردم، 4700 رو پر روان کردم، همگیشه از طریق سنونیان تنها 1000 رو مچم، چقدرش 1000 یادم قدر نیست که چقدرش از طریق 1700 شو نفهم چقدرش قدر یادم نمونده، مقصد نه 700 دلار شه، 700 دلار امریکایی شه از استانونیان روان کردم و دیگر ها باقی مانده که بود، باقی مانده شد که 4000 میشه، 4000 شد از طریق دوکان افغانیست، از طریق از او در سرای شاهزاده دوکان زلمه منزل سه در اونجا رفت گرفت، پاسپورتشم بر پیش از نمون نفر بود، مکان افغانستان آمدم و تا رفتم گفتم که گرفته، گفت گرفته دیگه، رفتم چیزک پیسه رو برش دادم، گفتم فهیم جان خیلی پیسه رو بگی، اما به خاطر که تعداد پیسه زیاد است از او خاطر نمیتونم که من یک جا روان کنم، کم کم روان میکنم، مثال 2-3 روز در بر میره. او میگه خدایا خیلی 2-3 روز میره، خیلی 2-3 روز من برم در استانونیان برم دیگه. خیلی من گفتم چطور کنم، اینجا خود گناه من است، حالا اونا نمیگیرن یک جایی روان نمیکنن، آهسته آهسته روان میکنن کم کم دیگه. باز من گرفتم خیلی گفتم بعضش به نام دخترک روان کردم، به دخترک خوردم به نام از او روان کردم که این برش برای سمیر جان برادر خوندهش که است، دوبار به نام سمیر جان روان کردم و دیگه به نام خود فهیم روان کردم. رفتن اونا گرفتن پولا را تسلیم شدن. باز بعد از این بعد جولای 15 آمدم افغانستان آمدم فهیم جان، گفتم فهیم جان اینا من این روز پروازم هست. گفت خوب بسیار خوب، شکر خدا کنه بخیر بیایی دیگه. همینجا کمره را تا روشن کردم برش، گفت به خاطر امیلگ جا که هست که اونا را قایم کردم، من نمیتونستم، اونا بر من رنمایی میکرد، بر رنمایی کرد، اما چرا بسته کردم دیگه. خلاصه کابل آمدم، کابل که آمدم اونا در میدان آمد، امرای سیدان رفیق خود بود، باز همین وسایل هایی را که داشته بودم پیش خدا برده بودم برش، همیشه تسلیمش کردم. باز مرد یک تاکسی شان گفت خیلی تو این تاکسی را بگی، تو خودت خود جای بلد هستی، برو امرای شان برو تا خانه را. من گفتم خود درست است که من میرم، بیا خیلی خودت هم برو. گفت نه من خود نمیتونم، من میرم که من خسته هستم که بسیار ناوقت شده و وقت هم از خواه خیستیم، بسیار وقت ما آمدیم در میدان. گفتم خب برو خیلی درست است برو. خب از این همه روز در تلفون گپ می زدیم، در تلفون هر دوی ما گپ می زدیم، برام خواندن می کرد، موزیک می نواخت دیگه. خلاصه گپ بعد یک روز شد که من خیلی گفتم فهیم جان از من تقریبا 20 روز شد 20-25 روز شد که ما تو یکی دیگر هیچ از نزدیک دیدن نکردیم، خیلی چطور میشه؟ گفتم در یک جایی برای وعده بده که ما بیایم.
گفت خود درست است خیمه در این قسمت امروز امو بچگه که هنرمند بود اونا به شهادت رسید، شهادت نه اونا فوت کرده بود، فوت کرده بود، خودم تکلیف برش پیش شده بود، فوت کرده بود. باز اونا سر جنازه از اونا رفتن، باز پس گفت خیمه سر جنازه که آمدم باز در این قسمت بر ما آدرس روان کرد، گفت در این نیست بیا. باز در شارونه و وعده داد امرای سمیر جان آمد در شارونه و اموج داوتر رفتیم، زیاد نرفتیم، تقریبا یک 20 دقیقه یا نیم ساعت یا 20 دقیقه اموج بدیم. باز این پیسه بر ما زنگ زده بود که پیسه موتر کم بود، از ما یک جای موتر دیدیم امو را میرم میگیرم. خی گفتم خو سعیست خی که چیست، گفت پیسه ایم کم بود. گفتم خو برو سعیست کار داری من برات میارم. گفت آه کار دارم برم بیار. خب پیش ما هم دیگه قدر زیاد نبود، از من کلش همین دبت کارت و این چیزا بود. من گرفتم پیسه را بردم برش، تسلیمش کردم، پیسه را دادمش، گفتم خی برو موتر بگی که خاطر ما هم جمع شوه، خیر است به خاطر که شرایط افغانستان تو خوب نیست که به موترهای شهری بری. خب گفت خو سعیست که من میخرم یک موتر سیاه دیده مورا میگیرم دیگه. ای امروز صبح امروز صبح برش میگه تو موتر گرفتی؟ میگفت نه. خب بعد از امی که پیسه را دادمش دو روز بعدش مرا اینا تلفون مرا بلاک کرد، همه چیزای مرا واتساپ ما مسنجر ما مورا می چیزی که همین دست میدیا داشتم همه چیز را ای بلاک کرد دیگه. ما زیاد جگرخونی میکردم و خدای هم میرتم خیلی من خود چیزای امرایزی نگفتیم، من خود کدام کار بد نگفتیم کدیم، یا من کدام گپ بد خویی را نزدیم که از ما آزرده است چطور تلفون های مرا بلا کده. خلاصه گپ ما دیگه زیاد وضع ما خراب شد، به اندازه مریض شدم، 60 دانه گلی خواه خوردم، 60 دانه لایف ها میبینین ما چیزی که حقیقت اثر ما تیر شده. من اونا را براتان قسم میکنم، براتان راست میگم، دروغ نمیگم، خداوند بالای نمی تو مرا مجبور ساختی که من لایو بیایم. خواهش میکنم عکس ها را پس کو که باز ما هم زیاد چیزا دارم که من پست کنم، اما من میگم نه. چرا؟ خیر از هر چی که بود گذشت، ازش صرف نظر گذشت. من دیگه امرای فنجان ما چیز ندارم، از مرا مثل برادرم واره باشه، مثل برادرم واره باشه، صرف اینم قدر برش میگم خیر از. اما هر چیزی که اگر مثال وسایلایی که برات آوردیم و چیزایی را که برات آوردیم از تو باشه، بخشیده متا از شیر مادر با پاکتر بخشیده متا، اما امی پولایی که برات دادیم، امی پولای موتر، امونجا من چند دفعه گفتم فهم جان خای، گفتم موتر که نمیری، امی پولای مرا خوبته، ام پیسای مرا خوبته که من میال ضرورت دارم، به خاطر که من در کابل کارتا داشتم، کارتایم همش بلاک شده بود به خاطر تو فکر میکردن کسی دیگه یوز میکنه، از او خاطر همه کارت دبت کار داشتم، ویزا کار داشتم، همه کارت ها داشتم، اما بند شده بود بخاطر از این که تو فکر میکنن کسی دیگه استفاده ازش میکنه دیگه. ما فهم جانا گفتم فهم جان خیر است، اگر میشه یک چیز پیسه مرا بده، از این پیسه موتر خو نخریدی، از این پیسه برام یک چیز بده که من کار دارم، ضرور کار دارم، به خاطر که در بانک پیسه برام در افغانستان برای شما شکر معلوم است که هیچ کس کس را قرض نمیده، یک روپه که بخوای که بخی اما نور چشمتان باشه به کس پیسه کس نمیده. من ایره گفتم خیر فهم جان خیر است که اگر پیسه داری برام یک چیز بده، خیر بازم که من کانادا رفتم برای تو من پس روان میکنم. ای گفت نه والا من ندارم، چطور چیکار، همش مصرف شده، در کورس مصرف شده، در او مصرف شده، او مصرف شد. گفتم خود درست است خیلی مصرف شد. خیلی گفت بازم برات پیدا میکنم، یکان رفیقا و دوستا رو میبینم برات پیدا میکنم. ای امروز صبح کرد یک دو سه روز بعدش بر ما چی کرد، بر ما زنگ زد گفت ما پیدا کردیم، ما دارم فعلا پیدا کردیم یک 70,000 افغانی پیدا کردیم که من برات بدم. خیلی گفتم 70,000 بر من نده، بازم سرش دلم سوخت، سعی که اینقدر کتیش مهربان بدیم، اینقدر مثال من مهربانی امرایش کردیم، پرسانش کنین بگاه همی شکیلا کدام عکس العمل بعدش از ایدش دیده، کدام خاطره بعد ازش داری، همیشه برش احترامش کردیم، همیشه امرایش بسیار به خوبی گپ زدیم. فنجان باز فنجان من گفتم خیلی فنجان خیلی همی 20,000 شب پیش خود نگاه کن، به خاطر مصرفت 50,000 شب برام بده. گفت خود درست است، خی سبا یک جای وعده کرد خی بیا یا در بازار بیا خانه ما بیا. من گفتم خود سعیست که من خانه تان میایم، خی در بازار یک جای ببینیم، یک جای وعده کن. گفت نه اونجا خوب نیست، بیا خانه ما.
شاید برادر زادگی که من سینا را بشناسین، امرای از اون رفتم، خانهشان رفتم، بی بی جان زن مهربان، خانم برادرش، دیگه سهراب جان بچه بسیار مهربان، هر کدامشان از خود مهربانی به من نشان دادن، همگیشان بسیار انسانای تحصیل کرده، انسانای با فکر، هوشیار، دیگه بسیار مردم با نزاکت. دیگه بر ما چی کرد همی که نو رفتم فهم جان نو دمی چه کوچ ششتم بر ما گفت خیلی ما این پیسه تا بر ما $600 ما داد $600 امریکایی داد گفت حالا خیلی نما قدر دارم اما باقی مانده شما ایستا ایستا برات روان میکنم ما گفتم خود درست هستم هر وقت که روان میکنه ما اول گفتم خود خیر هست که من کجای تو بگیرم تو خودت کار نداری وظیفه نداری از کجا بگیرم خب امرو سبا دیگه هیچ معلومات ازش نشد تلفن من بلاکت مسنجر خب بعد زمی گپا ما کانادا کامدم بازم گپ میزدیم یکان دفعه اما بعد از او باز بلاکت به اندازه دیگه مرا رنج داد خب خدایا عالمی چی گناهی ما عالمه در مقابل تو کدام گناه کردیم ما کدام عکس العمل بندشان دادیم ما به احترامی تا کردیم همیشه ما ازت دفاع کردیم همیشه کمکت شدیم از نگاه اقتصاد بگوی، از نگاه پولی بگوی، از نگاه هرچی که بگوی، من کمک شدیم. من دیاد نمیارم که من پیسه دارم یا چی شکر خداوند میکنم. من شکر آرایشگر هستم، من خودم شکر بزنس دارم. دیگه من در مفلس نیستم که من بگوی مردم ها گفته که یک پیسه را از کجا میکنم. خودم رستوران تو پیزا داریم، دیگه خودم آرایشگاه کار میکنم. امیالم در خانه استایل موی این چیزا رو جور میکنم شاید در مسنجر و در فیسبوک و در چیزا هم تعقیب کنین دیگه این کارا رو میکنم شکر خداوند است دیگه بازم از خداوند شکر گزار هستم شب و روز ما تیر میشه و بسیار خوبی و خوشی اما از شما دوستای عزیز من خواهش میکنم همین گپای بدتان به کس نرسانین که آیا ای زن چه قسمه است آیا چطور چی کار کانادا در پلیس کانادا من زنگ میزنم برشان میگم که مرا این تا چیزا بر من جور کردن این تا گپا بر من جور کردن و دیگه عکس های فامیلی را انداختن عکس های مرا عق ناق انداختن بسیار گپ های بد مرا زدن این قسم مردم هستن در افغانستان که از ما باخبر باشه و نامای تانم یک دم برشان میگم که با کلشان معلوم باشه که کی هست کی نیستن خواهش میکنم از شما که امی چیزا را پس کنید بازم که من رفتم برای زو بچگک شکایت کردم گفتم بخاطر که فهیم تلفنای مرا بلاکت همه چیزها رو بلاکت پیسه ایم در ندار از او خاطر مرا مجبور ساخت خیلی من چه قسمی برای دوستایش زنگ زدم حتی در تلویزیون طلوع بسیاری نفر خبر داره از این موضوع از موضوع رابطه موضوع هم از هر چیز خبر دارن از پیسه ما خبر داره از همین هر چیز خبر دارن همین یکان نفرهای طلوع اما ما گفتیم نه نگوین رسانه ای نکنین خیر است خود دیدم که فهیم جان دیگه هیچ تلفونشام زنگم نمیزنه من که زنگ میزنم تلفون ها رو بلاک کرده خیلی من چه قسم پیسه ما ازش بخوایم چه قسم یک از پیشش که پیسه پول که برش دادیم چه قسم ازش بخوایم قسم به عق ندارن گفتم در یک روز 2,000,000 افغانی رفته گرفته باور کن من برش گفتم من بانک تو وارستم امیال گفتم تلویزیون طلوع برات 1,000,000 داده 20,000 شده تکس میگیره اما 80,000 شده برات تو میده او را خودش میگفت که به چی میده نمیده کلش یک جای نمیده کم کم میده مثال 20,000 30,000 40,000 اینقدری میده کلش یک جای نمیده ما گفتم خب خیر است این دمی قصه پیسه نباش من برات روان میکنم من تا مشکل تو حل کنم مشکل تا چیزی که ضرورت داری بگیر باور به خدا که فهیم جان در این پروسه ستاره افغان که بود خو یک دانه بایکش بود میفتم برو یک جای برات خانه بگیر میو خیده کجا بگیرم آل او و مشتبا اردیشان میگشتن به خاطر خانه که برن خانه پیدا کنن هیچ کس برشان خانه نمیداد بازم گفت یک رفیق مستک بر من اینقه پیسه کمک میشه خیلی دیگه پیسه پیش من نیست مادر ما مینتر دست داراریا که هستک یک بیدرک مسوجه محصل هست ما چه ممشریم چطور است دیگه اونا هم ندارن که به من روان کنن خیلی گفتم اونا که برتان روان نمیکنن خیر من برات روان میکنم امیره بگیرین مصرف تانه کنین هرچی که ضرورت دارین امورا بگیرین
مقصد و برای وسایل خانه میگیرین، هر چی که وسایل هنرمندی تان میگیرین، هر چیزی که میگیرین بگیرین، مقصد که مشکل است که خودت فامیل کسی نیست. گفتم من خیر است، امرای تاست، من کمکت چی گرفتن دیگه. غیر از او بدون از خانه خوب باز من پیسه به خانهش من روان نکدیم، صرف برای وسایل هایی که مثلا می چیزایی که در خانه ضرور کار است برای از اونایش روان کردیم، اما برای خانهش روان نکردیم که خانه خودم یک پیدا چیز پیسه شروع برای از او بتر. چی درد سر براتان بتم؟ صرف این قدر براتان میگم خواهرای عزیز، دوستای عزیز، هموطنای عزیز، خواهش میکنم ازتان هیچ وقت دل سر کس نبازین، دلتان سر کس نره، بخاطر که این دنیا دنیای دروغ است، دنیای فریب است، دنیایی است که همگی یعنی تو دروغ میگن، فریب میتن.